ده ها هزار اعتراض کننده روز شنبه در سراسر ترکیه در برابر جنگ اسرائیل علیه حماس به اعتراضات پرداختند. این اعتراضات نشانه ای از تنش های فزاینده در ترکیه در مورد جنگ در غزه است که به باور برخی از تحلیلگران با اظهارات اخیر رئیس جمهور اردوغان شدت یافته است. ما باید بسیار قوی باشیم تا اسرائیل نتواند همچو کارهای وحشتناک در برابر فلسطین بکند. قسمی که به قره‌باغ داخل شدیم، طوری که به لیبیا وارد شدیم، همان کار مشابه را به اسرائیل کرده می توانیم و دلیل برای ما وجود ندارد که چنین کاری را نکنیم. ترکیه به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس یک روز ماتم ملی اعلان کرد و بیرق‌های این کشور در آن روز نیمه برافراشته بود. در این میان تحلیلگران اسرائیلی میگویند که تهدید نظامی اردوغان جنگ زبانی را به یک سطح جدیدتر سوق میدهد. گالیا لندنشتراس از انستیتوت مطالعات امنیت ملی تل‌آویو چنین نظر میدهد. وقتی شما کلمات تهدید نظامی را به کار میبرید، به نظرم این چیزی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بله، شما را تحلیلگران میگویند که این کار به زودی اتفاق نمیافتد، اما هر باری که این موضوع مطرح شود، باید کسانی که مسئولیت قوای مسلح را دارد آماده شوند. وقتی آمادگی صورت گیرد و برنامه داشته باشد، باید آنها آن را در آینده توجیه کنند و بعد هم بگوید که طرف دیگر جنگ تهدید میکرد. این اظهارات یک نوع دایره از دشمنی است و من فکر میکنم خطرناک است. برخی میگویند که اردوغان مردم را به خاطر احساساتی ساخته است که به عنوان رهبر ترکیه رأی مردم محافظه‌کار ملی را حفظ کند و قهر بودن او به خاطر کشورهای مانند قطر و مصر است که میخواهند جنگ شرق میانه را حل و فصل کنند. سلین ناسه کارشناس دپارتمنت مطالعات ترکیه در دانشگاه مطالعات اقتصادی لندن است. احساسات ضد اسرائیلی ناراحتی انقره را به خاطر عدم شمولیت در پروسه دیپلماتیک، به خاطر برقراری آتش بس در غزه و برنامه‌ریزی پروژه بازسازی در غزه بعد از ختم جنگ را نشان می‌دهد. شیرین اخیراً میزبان رهبران فلسطینی بود و تا حد تلاش‌های اردوغان را که به عنوان یک بازیگر کلیدی در این پروسه دیپلماتیک بود، ضربه زد. رئیس جمهور ترکیه به طور علنی اضطراب خود را نشان داد و از محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی خواست که به خاطر رد کردن دعوت سخنرانی در پارلمان ترکیه حضور خواهی کند. در حالی که انقره تجارت با اسرائیل را تحریم نموده و جنگ لفظی در حال شدت گرفتن است، این تحلیلگران هشدار می‌دهند که دو کشور اکنون در یک مسیر خطرناک قرار گرفتند. در حالی که جنگ به لبنان و ممکن به ایران گسترش پیدا کند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اردوغان ممکن فرصت‌های بیشتری را به دست بیاورد تا احساسات ضد اسرائیلی را دامن زده و جنگ را وسیع‌تر بسازد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.